به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجا که هستید سلام میگویم از واشنگتن نسبتاً گرم و البته نسبت به روزهای پیشین هوا کمی ملایمتر ولی همچنان شرجی. در هر حال و هوایی که باشیم همچنان که پیشتر نیز اشاره کردم خواهیم پرداخت به مسائل و مشکلات و خبرهای مربوط به ایران و مردم ایران، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقی و نیز عرصه بین المللی. درگیری میان جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی رو به گسترش بیشتری نهاده است. این درگیری ها ناشی از چیست؟ عدالت خواهی، توزیع عادلانه ثروت برای مردم ایران، برنامه های سازنده برای نسل های آینده ایران یا بر سر کسب بیشتر دارایی های مردم ایران؟ آیا فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم درآمدهای روحانیون حاکم و مخلفات آنها را محدودتر نکرده است؟ به این موضوع خواهیم پرداخت و نیز آنچه که در ارتباط با بحران ایران و آمریکا می‌گذرد و سخنان امروز آیت الله علی خامنه ای در این زمینه که به گفته او دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند و یکی دیگر از مقامات نظامی جمهوری اسلامی نیز گفته است دشمن کاملا از توانایی ایران با دیدن توانایی های نظامی حکومت ایران مایوس شده است. در این زمینه نیز گفتگو خواهیم کرد با دو میهمان برنامه امشب تفسیر خبر. در استکهلم، سوئد، آقای ایرج مستاقی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی با ما هستند و در نیوجرسی آقای هوشنگ امیراحمدی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه رتگرز. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای امیراحمدی سلام به شما. سلام به شما آقای جلنگی عزیز، سلام به آقای مصداقی مهمون عزیزتون و سلام به همه ایرانیانی که دارن به ما گوش میدن یا میبینن. خیلی متشکر از دعوت. با سپاس از شما آقای امیراحمدی. خوش آمدید و سلام به شما آقای ایرج مستاقی در استکهلم، سوئد. سلام عرض کنم خدمت شما جناب شالنگی، همچنین خدمت جناب امیر احمدی و بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. آقای مستاقی، تفسیر شما را درباره اون چی که به نظر میرسه جنگ داخلی است در درون حکومت، جناح‌های مختلف در درون حکومت، درگیری‌هایی که هست، هر کدوم از این جناح فردی از اون جناح را دستش برسه روانه زندان میکنه، در حال حاضر ناشی از چی میدونید؟ علت و انگیزه و خواستای این درگیری ها کجاست؟ من تصورم اینه که این درگیری که امروز ما شاهدش هستیم درگیری برای آینده نظام هست بعد از خامنه ای، و درگیری بر سر رهبری نظام هست و اینکه کدوم بخش از نظام بیاد بالاتر یا کدوم شخصیت که نماینده یا نمایندگی میکنه اون جناح رو بتونه بعد از خامنه ای گوی سبقت رو از بقیه برباید. الان امروز شما اگر ملاحظه کنید بحثی که در ارتباط با موضوع فساد هست و اینکه خود خامنه ای هم گفته فساد رو ریشه‌کن کنید در قوه قضاییه و خود آقای رئیسی هم تأکید میکنه که یقه سفیدها رو همچنان دنبال خواهند کرد، این بیانگر یک دعوای بالای نظام، دعوای بین لاریجانی و رئیسی هست بر سر رهبری نظام. پس اگر توجه داشته باشیم خود آقای رئیسی تقریبا 5 سال معاون اول قوه قضاییه و در دوران آقای لاریجانی و 5 سال هم در دوران آقای
شاهرودی و در تمام این مدت یکی از بالاترین مقامات قضایی کشور و در همه امور دست داشته. فکر کنید الان امروز آقای طبری رو گرفتن، خب ایشون چه در دوران آقای شاهرودی و چه در دوران آقای لاریجانی از همکاران نزدیک آقای رئیسی بودن و آقای رئیسی اگر چنین فسادی رو اون موقع میدیده و سکوت میکرده و به همکاری خودش ادامه میداده، این عیناً خیانتی است که ایشون در حق مردم ایران انجام میداده. و همینطور آقای میدونین طبری ارتقای مقام گرفتن در دورانی که آقای لاریجانی در رأس قدرت بوده، هیچ یک از منتقدین ایشون کوچکترین انتقادی رو قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن، وارد ماجرا نمی شدن و بالاترین حمایت ها رو از آقای خامنه ای، از یک رئیس قوه قضاییه، از لاریجانی کرده. یعنی عبارات و کلماتی که برای لاریجانی به کار برده برای هیچ یک از رؤسای قوه قضاییه در دوران خودش که حالا سه تا رئیس قوه قضاییه بودن به کار نبرده. ایشون رو فاضل میدونسته، دانشمند میدونسته، آگاه میدونسته، محکم میدونسته، شجاع و کسی که دارای افکار بسیار بلند و عالی رتبه است، کسی که اراده کامل برای مبارزه با فساد داره، کسی که میتونه و ابتکارات نوعی داشته. اینا چیزاییه که خامنه‌ای تا آخرین روزی که لاریجانی در رأس قدرت بوده در ارتباط با او به کار برده. و خب امروز ملاحظه میکنیم که از رادیو تلویزیون، از تلویزیون گرفته تا بقیه رسانه ها بگیم یا حتی نهادهای رژیم بگیم، دارن حمله میکنن به لاریجانی و به فساد دوران لاریجانی و اینکه حالا این تا خود نهاد رهبری میره و لاریجانی هم اونجا تاکید کرده، در نامه به خامنه ای هم تاکید کرده که اینا نزدیکان خود شما هستن، نزدیکان بیت رهبری هستن و خب میبینیم هم اطلاعات سپاه تو این زمینه دست داره و اشاره ای هم که لاریجانی کرده به آقای محمود سیف و به آقای در واقع عیسی شریفی همینه که هر دوتاشون رب پیدا میکنن به سپاه و میدونیم امروز سپاه بزرگترین فاسده در کشور و کسانی که بزرگترین خیانت ها رو در حق مردم ایران مرتکب شدن سپاه پاسدارانه و در واقع دشمن اصلی مردم ایران هم سپاه پاسدارانه، چه در درون کشور، چه در ارتباط با منطقه و چه در ارتباط با از بین بردن منافع ملی مردم ایران. و تفسیر شما آقای امیر احمدی درباره ریشه درگیری های جاری در دایره حکومتی ایران. بله خیلی متشکرم. عرض شود که اجازه بدید اینجوری بگم، به نظر من حالا آقای مصداقی نظر خود چه داره مورد احترام بنده است، من اعتقاد دارم مشکل ایران روحانیت، نه سپاه، نه نظامی ها، نه امنیتی ها، نه حزب اللهی ها، هیچ کدومشون نیستن. ما تو ایران تا توجه رو به روحانیت ندیم به هیچ جا نمیرسیم. سپاه یه عامله، دست روحانیون. مشکل ایران روحانیت، حکومت برای اینکه مذهبیه به حکومت مذهب، حکومت روحانیونه، مثل اروپای قرن 12-13 عصر تاریخ. اینجا ما حکومت مسجد داریم مثل همون حکومت کلیسا. این مهمترین توجهیه که باید نیروهای سیاسی کشور و مردم ایران بدن، توجه رو ببرن به اون جایی که باید ببرن، یعنی روحانیت. اعتقاد دارم اگر روحانیون رو ما بتونیم بذاریم کنار، بقیه پرو میریزن. مثلا زمان شاه مشکل شاه بود، وقتی که شاه رفت مسئله حل شد، نه دربار بود، نه نظامی ها بودن، نه ساواک بود، نه گارد جاویدان بود، هیچ کدومشون نبودن. مشکل شاه بود از دید مردم، چون شاه و چارم که رفت مسئله حل شد. الان هم حل شد واقعا آقای امیر احمدی؟ بله مسئله واقعا حل شد. ببین مسئلهش نه مسئله حکومت شاه را دارم میگم حل شد، یعنی حکومت فرو ریخت، منظورم سرنگونیه. مسئله حل شد یعنی وقتی که شاه رفت مسئله حل شد، یعنی سقوط کرد. الان هم ما باید تعدادی از این روحانیون رو، یه دونه شاه نداریم، 40-50-60-100 تا شاه داریم، اینا باید برن. نکته دومی که میخوام عرض کنم
اینه که یعنی من میخوام بگم که باید توجه رو به اونجایی ببریم که واقعا مشکل هست، اونم روحانیت. نکته اول منه، نه اینکه سپاه بد نیست، نه اینکه نیروهای دیگه تو حکومت دزد نیستن، دغل نیستن، مردم رو اذیت نکردن، بنده نمیخوام در موضعی قرار بگیرم که از سپاه حمایت کنم، ولی میخوام بگم مشکل رو باید به اونجایی برد که هست. نکته دوم، به نظر من این دعوا درون حاکمیت معناش اینه که حاکمیت این نظام در حال فروپاشیه و نزدیک به آخرشه. یعنی وقتی که انقلاب میخواد شروع بشه، یکی از نشانه هاش اینه که درون نظام، درون همون نظام موجود، نیروها نمیتونن با هم زندگی کنن. به قول لنین میگفت سه تا شرط داره انقلاب. یکی این که خود حاکمین نتونن با هم زندگی کنن که ما داریم میبینیم یواش یواش داره اتفاق میفته. دوم، مردم نتونن با نظام زندگی کنن که 80-90% مردم نمیتونن یه صادقانه. و سوم هم این که میدونی دنیا نتونه، حالا این آخری رو من گذاشتم روش، واقعا مال لنین نیست. و اما نکته مهم دیگه اینه که باید ایدئولوژی هم باشه. مشکل ما تو ایران عرض کنم دو چیزه، و این وضعیتی هم که تو ایران الان وجود داره و انقلابی هم که منتظرش هستیم یا فروپاشی اتفاق نمیافته، دو چیزه. یکی ایده است، یکی هم رهبریه. تا این دوتا جهان ایرانگیر نشن، ایران شمول نشن، غیر ممکنه. اینم با ائتلاف درست نمیشه. باید اون رهبر پیدا شه، باید اون ایده ای رو که مردم میپذیرن پیدا شه. بحث دیگری است آقای امیرعبدی، من اختلافات. ولی اون دوتای دیگه که گفتین مشغول زمان هستین، اگر از لنین نباشه شما بالا هر اختلاف یا اتحادی یا هر بدبستونی با لنین دارید، به جای خود ما دیگه به حوصله این که جوابگوی لنین سر پر سرات باشی اون نداریم. اصلا لنین نیست. به هر حال میخوام بگم نشانه ها این اتفاقات داره میفته. و اما نکته سومی که میخواستم بگم، ما توی ایران تاریخ سیاسی ایران از اواسط قرن 19 ما سه تا، و الان هم هستش، سه تا به اصطلاح خط سیاسی تو ایران داشتیم. ما به اینا میگفتیم انگلوفیل، طرفدارای انگلیس، روسوفیل، طرفدار روس، و بعد اون موقع فرانکوفیل بود که بعد به امریکوفیل تبدیل شد. البته بنده و دوستای مثل شما همیشه ایرانوفیل بودیم. ما دارم از اونا میگم. مردم ایران ایرانوفیل بودن. ولی نیروهای سیاسی ما، این خلقبگان سیاسی ما، الان هم همون دعوا هست. الان یه دعواییه، ضمن اینکه حکومت داره به طرف پایانش میره، یه دعوای بین انگلوفیلا، همین لاریجانی ها و روحانی ها، و روسوفیلا مثل آقای خامنه ای و رئیسی و این گروه، و بالاخره امریکای فیلا که اون زیر صحنه هستن و در آینده نزدیک هر کی بیشتر اینا رو ما خواهیم دید. یعنی یه دعوای چند وجهی در اون مردم، حکومت در خارج، در خارج، که این جریان ها رو به هم ریخته. خب از اونجایی که ایران فیل نداره و دوستداران ایران و برهان این اصطلاحی است، به هر حال امیدواریم که اکثریت مردم ایران، بله اصطلاح بعد این صفتی است که در زبان فرنگی اومده برای اون زمان بوده، و بسیاری هم در اون زمان افتخار میکردن به اینکه نماینده انگلیس هستن، مصالح و منافع انگلیس هستن. بحثی است فارغ از سخن و بحث امروز ما. اما آقای امیر احمدی، آقای مصداقی معتقد هست که روحانیت هست، اگر برود سپاه هم خواهد رفت. خیلی ها معتقدن که خیر، اتفاقا این سپاه هست که روحانیون رو در دست داره، روحانیون حکومتی رو. تفسیر شما رو میشنویم درباره اون چی که آقای امیر احمدی گفت، نظر شما. اول از اون که نظام اسلامی باید بره، در واقع نظام اسلامی، نظام ولایت فقیه، این چیزیست که بایستی به زیر کشیده بشه و به زیر کشیده خواهد شد. این نظام اسلامی شاخصش خامنه ایست و میبایستی اون، و ولایت فقیه، همه به نظر من همه تفنگ ها یا همه نشانه ها میبایست به سمت او باشه، به سمت خامنه ای باشه، به سمت ولایت فقیه باشه، به سمت نظام اسلامی باشه. و این ابزار سرکوب و ابزار ماندگاری رژیم، یک سپاه پاسدارانه که هم بزرگترین
تسلط رو به منابع طبیعی، به منابع مالی کشور داره و بزرگترین در واقع قدرت نظامی و امنیتی در کشوره. یعنی قدرت نظامی، قدرت امنیتی، قدرت مالی اقتصادی و همچنین قدرت تبلیغاتی. بیشترین دستگاه تبلیغاتی کشور در دست سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران هستش و اونهان که امروز کشور رو در واقع با خطر مواجه میکنن و خامنه ای سیاست هایی رو که سپاه پاسداران داره اعمال میکنه، خامنه ای از اون حمایت میکنه. یعنی سپاه و خامنه ای لازم و ملزوم همدیگر. ببینید امروز شما ملاحظه کنید چیزی رو که همه چشم برش بستن، دنیا چشم برش بسته و همین موضوع کشتی نفتکش ابر نفتکشه که نامش رو تغییر دادن و اون رو به آدریان دریاها تغییر نام دادن. این کار سپاه پاسداران بود. ببینید و این خطرناکه، متاسفانه به این موضوع نپرداختن. من مقاله همون 5 روز پیش راجع به این مسئله نوشتم. ببینید فرمانده سپاه پاسداران امروز خودش اعتراف کرده که این کشتی ابرنفتکش متعلق به سپاه پاسداران هستش و اجاره کردن از روسیه. خیلی مشخصه وقتی شما نام آدریان امپراتور روم رو که باعث بانی کوچ یهودیان بوده و اتفاقا اگر درگیری هست یهودیان میخوان دوباره به اون منطقه برگردن، زمینش برمیگرده به اون تاریخ و تغییر نام منطقه استان و اون استان در واقع یهودا رو که تبدیلش کردن به سیریا فلسطین در اون موقع صورت گرفته. امروز سپاه پاسداران دنبال چیه؟ دنبال این است که یه کشتی رو داره میفرسته غیر قانونی، یه کشتی رو داره میفرسته به سوریه و نفت میبرن. ببینید در گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا اومده که توی این کشتی نزدیک به 1,000,000 دلار پول نفت بوده. یه نفتکش برای چی باید نزدیک به 1,000,000 دلار پول توش باشه؟ متاسفانه هیچ یک از رسانه‌ها به این موضوع که تو اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری امریکا هست اشاره‌ای ندارن و تو هیچ کدوم از شما تحلیل‌ها نمی‌بینید که برای چی باید یه کشتی نفتکش 1,000,000 دلار پول توش باشه، پول نقد اونها. خب حتما که پس یک دسیسه های سپاه پاسداران در منطقه داره، در سوریه داره که تو کشتی نفتکشش هم پول قاچاق میکنن، پول سیاه میبرن. اینه که خطرناکه، برای ایران خطرناکه، برای آینده کشور خطرناکه. و میبینیم که این سپاه مشکلی که امروز دنیا هم با ما داره، با کشور، با ایران داره و با منطقه داره، منطقه تبدیل شده به این یک در واقع محلی برای انباشت سلاح. چرا؟ به خاطر وجود سپاه پاسدارانه، به خاطر وجود همین نظام نکبت اسلامیه و به خاطر سپاه قدسه، به خاطر که اینا اصلا ایرانی نیست، اینا اصلا قائل به ایرانی بودن نیستن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، حتی نام ایرانی نداره. و شما ملاحظه میکنید بزرگترین خطر رو برای ما سپاه پاسداران آورده و امروز اگر کشور ما آماج حملات هست، آماج تحریم هست، به خاطر وجود سپاه پاسدارانه، به خاطر وجود سپاه قدسه. و اساسا کشور ما نیازی نداشته به سپاه پاسداران، از اول هم نداشته. و اینه که من عرض میکنم این سپاه، میدونید دنیا با صدور انقلاب اسلامی مشکل داره، امروز منطقه با صدور انقلاب اسلامی مشکل داره، امروز نه تنها امریکا، حتی اروپا هم داره، اروپایی ها موضعشون تو این زمینه مشابه هست. ما نیازی نداریم به موشک چند هزار کیلومتری که میخواد چیکار کنه. این که واقعا حکومت ایران در منطقه چه میکنه بحثی است که امیدوارم بتونیم بهش بپردازیم. مکمل همدیگه هستن سپاه پاسداران، روحانیت، نظر آقای مصداقی. اما برخلاف نظر شما آقای امیر احمدی و همینطور آقای مصداقی، امروز آیت الله خامنه ای آمده و گفته که این ادبیات آیت الله خمینی هست. در کشور حافظ و سعدی آیت الله خمینی بوده و آیت الله خامنه ای هم به ارث برده. در کشور فردوسی، حافظ، سعدی و بقیه و بقیه این هست. دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکنن، همون حرف آیت الله خمینی. و 40 سال دوم جمهوری اسلامی قطعا از 40 سال اول برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود.
این حرف ایشون هست، حرف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تلشکر پاسدار محمد باقری هم آمده و گفته اقتدار نظام جمهوری اسلامی دشمن را به یأس و ناامیدی کشانده. خب همین دیروز بوده که مرکز هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و در سوریه بارها بیش از 300 بار اسرائیلی ها زدن و بمباران کردن، واکنشی نبوده و این اتفاقات. این سخنان آیت الله خامنه ای رو در ارتباط با آنچه که شما گفتید، گفتید رژیم در حال سقوط هست ولی ایشون میگه 40 سال دوم بهتر هست و دشمن همش کاری نمیکنه، نمیتونه بکنه. آقای امیرحمد، بله، من همیشه به دوستان میگم که گوش به حرف نظام ندید، گوش به عمل، به عملش نگاه کنید، به وضعیتش نگاه کنید. ببینید آخونده مخصوصا دهن بسیار گشادی دارن و معمولا خیلی گندگویی میکنن. این تو تاریخ ایران بوده، همیشه هست. آخونده اصولا ما ایرانی ها در مجموع اینجوری، مخصوصا آخوندهامون که اصلا جز حرف چیزی ندارن. یک روزی بود من با آقای کمال خرازی وزیر بود نشسته بودم و گفتم بهش آقای خرازی شما چرا اینقدر داد میزنید، چرا مرگ بر امریکا، چرا تهدید میکنید و از این حرفا. برگشت من گفت آقای دکتر امیرحمدی شما توجه ندارید، ما نه از نظر نظامی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی در هیچ چارچوبی به اندازه یک دهم امریکا نیستیم. تنها جایی رو که میتونیم این خودمون رو عرضه کنیم دهنه. تو هم میخوای دهن ما رو ببندی؟ یعنی جمهوری اسلامی با دهنش با دنیا مبارزه میکنه. و واقعیت هم اینه که تمام این حرفایی که در مورد سپاه میزنن و چقدر قویه و اینا، واقعیت اینه که یک چهارم اونم درست نیست. سپاه الان همونجوری خودتون الان گفتی توی سوریه، تو عراق، همه جای دیگه جمع کرده رفته و خیلی مشکل داره. یعنی حتی سپاه قدسش هم یه نیروی غیر منظم امنیت نظامیه. بعد دیده ببین من با نظر آقای مصداقی موافقم که آقای خامنه ای و آقای ولایت فقیه اصله، ولی خامنه ای ولایت فقیه این آخوندهای شورای نگهبان مصلحت نظام امام جمعه ها خبرگان رهبری اینا یه مجموعه هن که ما این مجموعه یه چیزی درست میکنه به نام حکومت مذهب تیوکراتیک. این حکومت مذهب فقط آخوند رو سرشه و نگاه کنید تمام این نهادها بعد یه عده ایادی داره، یه عده آدم مثل سپاه داره، امنیت داره و ارتش داره که براش کار میکنن. توی سپاه هم توی امنیت هم جای دیگه آدم های بسیار بدی هم هستن، اما بدنه اینها نیروهایی هستن که به نظر من مردمی هن، مال مردم هن، بچه های مردم هن. و ما همینقدر که بگیم آقا سپاه بره، این کلیگوییه. سپاه یه نیروی داره اون بالا بسیار بده، یه بدنه بسیار حرفه‌ای و آدم های درست توش هست، بچه های مردم هن. اونجا یه عده تو سپاه هستن که کار میکنن، یعنی کارمندن. فقط میخوام بگم که ما باید یه مقدار با دقت به این نیروهای سیاسی نگاه کنیم. و اما نکته مهمه، اما آقای مشتاقی راجب درستی یا نادرستی بدنه یا افراد سپاه تا اونجایی که من شنیدم و گفتن استنباط من هست صحبتی نیست. ببینید صحبت بر سر اینه، این مکانیزم ایشون حرف آقای مصداقی مکمل همدیگه هستن، یعنی هم سپاه و هم روحانیت اینا مکمل همدیگه هست. ببین همه این موافقم هم. ببین واقعیت همین هم هست. ببین مثلا شما میتونید که گارد جاویدان شاه مکمل شاه بود، ارتش شاه یا سواک شاه مکمل شاه بود، اما این مکمل نابرابره. میگیم تو برابری نابرابری هم وجود داره. اون شاه بود که در رأس بود، الان مذهبی ها هستن که در رأسن، این سپاه نیست که در رأسه. ببینید از نظر سیاسی سپاه یه نیرویه که به نظر من یه قدرت متوسط داره. از نظر اقتصادی سپاه قدرت اول نیست. شما نگاه کنید ستاد اجرایی امام، شما نگاه کنید به از بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، همه هر سه اینا رو که اسپردم از نظر اقتصادی خیلی بزرگتر از سپاه هستن، خیلی بزرگتر از سپاه هستن. شما اصلا به ستاد اجرایی امام نگاه کنید، ببین چه
سازمان اقتصادی عریض و طبیعیه. سازمان سپاه یه سازمان نظامیه، از نظر نظامی آره از همه اینا قوی تره و به هر حال کارش همینه. نکته که من دارم نمیخوام بگم، آقای مصداقی هم نگفت که این آدم یا اون آدمش بده. آقای مصداقی هست آقای مصداقی هم نگفت. من چیزی که دارم میگم، اصولا همه ما وقتی از سپاه امنیت یا آخونده، حتی ببین ما 300 خورده هزار آخوند تو ایران داریم، ما 130-140 هزار تا سپاهی داریم، ما نزدیک به 400-500 هزار امنیتی تو ایران داریم، ما 2-3 میلیون حزب اللهی و مدافع حرم و از این حربا داریم. ما دعوای ما با اینا نیست، دعوای ما با همون رأس این حکومت از خامنه ای گرفته تا امام جمعه ها به این نیروهای ازش حمایت میکنن. حالا من دارم در مورد سپاه، وقتی ما میگیم سپاه بده، باید به نظر من بگیم نیروهای بالای سپاه، رهبرای سپاه، بله. حالا این بحث دیگر است آقای امیر احمدی، میشه در این زمینه بسیار هم صحبت کرد که افراد سپاه چه هستن، بدنشون چه هست و چه مشکلاتی هم احتمالاً دارن. این بحث دیگر است، مورد بحث ما نیست فعلا، در مورد ساختار صحبت میکنیم. آقای امیر احمدی چند بار مقایسه کردن، آیا این مقایسه پذیر هست؟ میشه این نظام، ساختار این نظام را آقای مصداقی با ساختار نظام پیش از انقلاب؟ نه اجازه بفرمایید آقای امیر احمدی، از آقای مصداقی پرسش من از ایشون هست. بله، آیا از نظر، چون آقای امیر احمدی باز اشاره کرد که این نظام در حال سقوط هست و خیلی های دیگه هم این نظر رو دارن، آیا این ساختار و ساختار نظام پیشین قابل مقایسه است؟ ببینید، من اساسا نظام پیشین رو متفاوت از نظام حاکم بر کشورمون میبینم. اون نظام یه نظام عرفی بود و این نظام یک نظام ایدئولوژیکه و مبتنی بر ولایت فقیه و زمین تا آسمون فرق بود. اون نظام نظامی بود که در واقع متعلق به دنیای امروز بود، ولی این نظام از چاه قرون وسطا پرتاب شده به عصر در واقع به قرن 20 یا 21. بنابراین اصول حاکم بر اینا هم با هم متفاوته و این دوتا رو نباید یکسان دید و از یک جنس دید، یا مثلا قواعد و قوانینی که بر اینا حاکمه رو فکر کنیم یکیه. نه، اینجوری نیست. من این رو اینجوری نمیبینم. ببینید، بحث بر سر یه نظامه، من اصلا راجع به هیچ فردی صحبت نمی کنم. اما توجه کنید، در روزهایی که مردم در جنبش 88 سرکوب می شدن، توسط کی سرکوب می شدن؟ فرمانده سپاه که تو خیابون نمی اومد که. این گونه نیست. ما نباید ذهنی باشیم هی فکر کنیم میخوایم یه در از یه در جدا بکنیم. نه، شما اگر نگاه کنید همین امروز تو ونزوئلا، علارغم یه ارتشی که تمام ساختارش متناسب با منافع امریکاست یا غربی بودن یا در اونجاها آموزش دیدن یا با اصول اونجا آموزش دیدن و یه نیروی ایدئولوژیک هم نیست، ولی امروز شما ملاحظه میکنید تمام حکومت ونزوئلا مونده به خاطر چی؟ به خاطر رانتی که ارتش داره در حاکمیت و قدرتی که در اونجا داره. و امروز میبینید علارغم تحریم های بین المللی هست، علارغم وعده و وعید هایی که دادن، همون ارتش نگهش داشته. اینه که اگه کسی فکر کنه سپاه پاسداران رو بیایم آره یه خوردش ناز کنیم، یه خوردش بگیم نه شما آدم خوبید، یکی اونجوری، بعد این سپاه پاسداران میره علیه رژیم فعال میشه یا یه کاری میکنه، نه، این گونه نیست. این سپاه همونجوری که خمینی از ابتدا گفت ضامن کشور، منظورش از کشور نظام اسلامی است، سپاه پاسدارانه و این ربطی به ایران نداره. ببینید، این رو باید توجه ما بکنیم، این سپاه ربطی به ایران نداره. اتفاقا بنیاد مستضعفان، اتفاقا ستاد اموال امام و اتفاقا دیگر نهادهای رژیم هم همین سپاه پاسداران در اونجاها دست بالا داره. بسیاری از مقاماتش از همین جا اومدن، بسیاری از کسانی که اونجا رو اداره میکنن سپاهی بودن و اتفاقا سپاه پاسداران یک نهادی است که کادرسازی میکنه برای دیگر نهادهای رژیم. بسیاری از نماینده های مجلس شورای اسلامی سپاهی بودن و به همین دلیل میبینید وقتی امریکا به درستی سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار میده، اونجاست که میبینید بیش از 200 نماینده لباس سپاه رو میپوشن. حتی اونایی که امروز ادعای اصلاح طلبی یا در گذشته ادعای اصلاح طلبی داشتن و یا حتی سپاه پاسداران رو عامل بسیاری از نابسامانی ها معرفی میکردن، وقتی که
کیان نظام در خطر میفته همشون پشت سپاهن و همه با لباس سپاه در مجلس حاضر میشن و به دفاع از سپاه پاسداران عامل حفظ نظام اسلامی، عامل در واقع بقای نظام و عامل ایجاد تشنج در منطقه و در سطح بین‌المللی میپردازن. بدونید بنده هم معتقدم سپاه پاسداران در مقابل امریکا چیزی نیست، به موی بنده تردیدی در این ماجرا نداره. اما باید توجه کنیم که امریکایی‌ها خطشون مقابله با اینها نیست. اتفاقا امریکایی‌ها خواهان جنگ نیستن، خواهان نابودی اینا نیستن. به همین دلیل شما می‌بینید ترامپ هم میاد میگه، دائم میگن ما خواهان تغییر رفتار نظام هستیم، چون اونها تا این لحظه که داریم ما صحبت میکنیم همه خواهان یک تغییراتی در کادر همین نظام هستن و اینجاست که خطره و بایستی بهش توجه. آقای مصداقی، نه قابل قیاس نیست ساختار این دو نظام پیش و پس از انقلاب و آمریکایی‌ها، آمریکا، دولت آمریکا خواستار تغییر رفتار نظام هست. پرسش اینه که آیا حکومت ایران توانایی تغییر رفتار داره و به شکلی در بیاد که قابل پذیرش باشه برای جامعه جهانی بر اساس موازین بین المللی رفتار خودش رو به اصطلاح پیش ببره و منطبق کنه؟ آقای امیرحمد. بله، اولا عرض کنم که بنده هیچ مقایسه‌ای نکردم به معنای اینکه دو تا نظام یه جوری قابل مقایسن. عرض کردم ساختار حکومت اسلامی یا حکومت مذهبی مسجد دوره کلیسای قرن تاریک، حکومت شاه حکومت دیکتاتوری مدرن بود بار ساختارهای مدرن. اما ببینید، ما میتونیم خیلی روشنفکری صحبت کنیم. همونجور که آقای مصداقی داره به عنوان یه آدم روشنفکر صحبت میکنه، بنده دارم به عنوان یه سیاستمدار دارم صحبت میکنم. سیاستمدار فرقش با روشنفکر اینه که روشنفکر اون چیزی رو که هست و میبینه میگه و به درستی هم میگه. سیاستمدار کسیه که وقتی که حرفی رو میزنه پیامدهاش رو هم در نظر میگیره. مثال میزنم، وقتی من میگم سپاه مشکل نیست، روحانیون مشکله، نظرم برای چی دارم میگم این حرفا؟ برای اینکه میخوام خودم رو در مقابل سپاه نذارم در دعوایی که با روحانیون دارم. من میخوام روحانیون رو جدا کنم، میکنم نتونم، سپاه رو بیارم این ور که بتونم روحانیون رو از سیستم جدا کنم. اما مثلا آقای مصداقی چون روشن فکره و درستی داره میگه آقا اینا با هم یکیان، میگم یکیان. آیا اما به عنوان یه سیاستمدار ما باید اینا رو یکی بدونیم یا باید سعی کنیم جداشون کنیم؟ خب شما آقای مصداقی ببخشید، چون دارین به یه جای دیگه میرید آقای امیرحمد. آقای مصداقی چرا باید ملاحظات شما رو بکنه؟ یعنی چرا خب شما اینطور میبینید؟ بفرمایید. تفاوت ما در این نیست که ما سپاه رو متفاوت میبینیم. سپاه منو منم مثل ایشون میبینم، اما با عنوان یه سیاستمدار یه جوری دیگه میخوام صحبت کنم در مورد سپاه که درگیر نشم باش. نکته دومی که میخوام عرض کنم، من وقتی که از ساختار صحبت میکردم زمان شاه و الان، حرفم خیلی ساده بود. ببین، من اصلا تئوری آبان که میگه 200 آخوند باید از سیستم سیاسی بیرون کنیم، از همون انقلاب 57 اومد. ببین، تو انقلاب 57 ما یا دربار داشتیم، شاه داشتیم، گارد جاویدان داشتیم، سباک داشتیم، ارتش بزرگی داشتیم، اما مردم تو خیابون میگفتن شاه بره. وقتی هم که شاه رفت مسئله حل شد، یعنی سقوط کرد سیستم. امروز ما یه شاه نداریم، ما 200 تا شاه داریم، 150 تا شاه داریم، نمیدونم اینا آقای خامنه ای تمام نیروهای مجلس روحانی در شورای نگهبان مصلحت نظام، خبرگان رهبری، امام جمعه ها اینا. بنابراین ما برای اینکه بگیم این حکومت باید بره، باید بگیم این 200 نفر بره. درست همون موقع که انقلاب 57 روی شاه تمرکز کرد، ما الان باید روی این 200 نفر تمرکز کنیم. یعنی یه چیز تاکتیکیه، بحث گذاره. من خیلی عرض کردم به عنوان یه سیاستمدار، به عنوان کسی که میخواد راهبردی فکر کنه، اینجوری حرف میزنم. وگرنه کاملا درسته، سپاه هم مکمل مثل روحانیونه. حالا حرف من ممکنه، نظر من ممکنه عملی نشه، نتونم من سپاه رو از روحانیون جدا کنم. خب اون وقتی چی دارم؟ از دست ندادم، همون جایی هستم که دوستان دیگه هستن. ولی سعی میکنم تا
خودم ها درگیر همه نکنم. بله این بحث دیگه، این مسئله و منافع شما به عنوان یک فرد سیاسی کار سیاسی دارید میکنین یک مسئله است و تفسیر خبر هدفش این نیست که مسئله افراد سیاسی رو پیش ببره یا اونها رو ملاحظه بکنه. هدف ما در این برنامه، شما در اینجا به عنوان یک تحلیلگر سیاسی نشستید و هدف ما روشن شدن اون چی که واقعیت هست. شما به عنوان یک سیاستمدار یا اهل سیاست حرف خود شما اشاره کردید که حرف آقای مصداقی درسته، اما من بنابر ملاحظاتی این ور حرف رو میزنم. این نظر شماست، کار سیاسی شماست، ولی حرف ما این هست در اینجا ما میخوایم اون چیزی که واقعیت و به حقیقت نزدیک هست رو برای بینندگان ما، اون چیزی که دیده نمیشه از طریق تحلیل‌های سیاسی شرکت کنندگان در این برنامه برای مردم روشن بشه. بس بر سر این هست ولا غیر، وگرنه تفسیر خبر افراد مختلفی رو داره با برنامه‌های سیاسی مختلف، چه باید بکنن چه باید نکنن مردم، این نظر افراد سیاسی است. اما چه واقعیت داره؟ اجازه بفرمایید آقای امیر احمد. ببینید و چه واقعیت نداره بحث دیگر است. خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی خیلی کوتاه. بله ما یکی دلایلی توی ایران برای گذار از این سیستم موفق نبودیم و زیاد جلو نرفتیم برای اینکه ما آدمایی که با سیاسی هستیم و حرفای سیاسی میزنیم فقط بحثای روشنفکری میکنیم، نباید این کار بشه. به نظر من برنامه آقای چالنگی، ببینید برنامه آقای چالنگی باید هدفمند باشه. یعنی اجازه بفرمایید راجع به برنامه‌ی من بینندگان هستن تصمیم میگیرن و برنامه‌ی دیگه هدفمندیش هم همراهی و هم هدفی با نظرات یا برنامه‌ی تشکل‌های سیاسی لزوما نیست، از جمله تشکل سیاسی شما که هدفمندیش با این همراهی تعریف بشه. هرگز این نبوده و هرگز نخواهد. همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراهی با مردم، اون چه که منویات و خواستهای واقعی مردم هست به سود ایران، مردم ایران و نسلهای آینده ایران، تابوندن نور بر عرصه سیاسی در داخل ایران. تا لحظاتی دیگر. من این نکته رو هم اضافه بکنم، در همین مسیر هست که ما همواره بازتاب دادیم اون چی رو که گروه‌های مختلف سیاسی و تشکل‌های مختلف سیاسی با هر عقیده و مرامی که داشتن نقطه نظرهاشون همواره بازتاب دادیم، اون هم در چارچوب تفسیر خبر برای روشن شدن واقعیت‌ها، برای روشن شدن و آن چی که زیر سانسور در جمهوری اسلامی در این 40 ساله مدفون شد. و حتی دعوت کردیم از مسئولان خود جمهوری اسلامی که بیان شرکت کنن، هم از نامزدها هم از نامزدهای وکالت و وزارت و هر چی که بوده و اونهایی که مقامات رسمی در جمهوری اسلامی دارن، پاسخگو باشن به پرسش‌های مردم ایران برای روشن شدن واقعیت‌ها. اما این بخش این واقعیت‌ها رو آقای مصداقی الان در این جنگ قدرت بخشی از این واقعیت‌ها رو اومدن افشا کردن، گفتن، از جمله این که کشتن دانشمندان اتمی ایران رو به دروغ اعلام کردن و پرونده‌ای در این مورد به اصطلاح مطرح شده. این رو شما چرا تا یه جایی میرن مسئولان جمهوری اسلامی درباره مخالفان خودشون در درون حکومت و تا نهایت نمیرن و جزئیات منتشر نمی کنن؟ علت چی هست آقای مصداقی؟ ترمز کجاست؟ بله ببینید تا همین حدش هم که میان که اونا قصد ندارن که
مجبور میشن به خاطر روشنگری ها، به خاطر اینکه دستشون رو میشه، به خاطر اتفاقا پرده پوشی بر حقیقت، اینها مجبور میشن یه چیزی رو بگن. ببینید در ارتباط با موضوع ترورهای هسته‌ای، بنده 7 سال پیش راجع به این مطلب نوشتم. 7 سال پیش راجع به تک تک کسانی که مصاحبه اعتراف کردن و به اعترافات خودشون مثلا در اونجا گفتن چجوری اومدن از اسرائیل، اومدن رفتن اسرائیل و اینها، من به اونجا اشاره کردم. جزئی ترین اطلاعات رو راجع به افراد دستگیر شده بنده در مقالات هم نوشتم، در 10 مقاله. مطالبی که من راجع به آقای مازیار ابراهیمی که امروز چندین گفتگو باهاشون شده، مطالبی که من 7 سال پیش نوشتم، بیشتر از اون چیزیه که خودشون لااقل تو این مصاحبه ها گفتن. من در اونجا حتی مشخصا توضیح دادم که سر کدوم تروری که به ایشون منتسب شده، ایشون اصلا در ایران نبوده، چیزی که حتی خودش نمیدونسته تو بازجویی و بعدا از خانواده‌اش فهمیده، ولی من اینا رو هم نوشته بودم. بنابراین و من 5 سال پیش توضیح دادم که این افراد تماما آزاد شدن و حتی چگونگی آزادیشون و اینکه با وثیقه های سنگین آزاد شدن رو هم من تاکید کردم. کتابم منتشر کردم، به عنوان کتاب این رو منتشر کردم و شما ملاحظه میکنید در داخل ایران و به خصوص در خارج از ایران، به ویژه کسانی که اونها بلندگوهای رژیم در خارج از کشور هستن، همون تبلیغات رژیم رو میکنن، همونها رو تو بوق میکنن. شما میتونید ببینید، برید نگاه کنید ببینید اکبر گنجی تو اون دوران چی میگفت، برید ببینید نایاک از ده ها مطلب اینجا و اونجا نوشته و در راجع به ترورهای هسته‌ای چی میگفته. یعنی رژیم اسلامی که تنها نبوده که، اینا بلندگوهای خارج از کشوریشون هم هستن، بلندگوهایی که ظریف اونها رو سازماندهی میکنه و قبلا خرازی اونها رو سازماندهی میکرده، هم خود کمال خرازی هم صادق خرازی، اینها در واقع دست در جنایت دارن، اینا دست در خون دارن، اینا دست در رنج و مصیبت مردم ایران دارن، در صحنه بین‌المللی اینها این کارا رو انجام میدن و چهره رژیم رو سعی میکنن ترکیف بدن، سعی میکنن چهره ظریفی از اون جنایت‌ها در واقع یا جنایتکاران ارائه بدن. این موضوعه. ببینید نظام اسلامی که به میل خودش که نیومده، که میل خودش همونیه که شما ملاحظه میکنید، میل خود شما برید ملاحظه کنید، آقای خود مازیار ابراهیمی تو گفتگوهاش با بی بی سی میگه 7 ماه بعد اومدن بازجوهای اطلاعات سپاه به من گفتن که شما بیگناهید، آزاد میشید. و بعد حالا بماند در تفسیرهای بی بی سی همچنان اصرار بر اینه که اطلاعات سپاه اینا جونشون نجات داده. این دروغ محضه، هر کسی تحت هر عنوانی میگه دروغ محضه. من به عنوان یه پژوهشگری که 7 سال روی این موضوع کار کرده و حتی بیش از همه این آدم ها، هم سیستم رو میشناسم، هم آدم ها رو میشناسم، هم بازجوها رو میشناسم، هم کار تحقیقی کرده و هم راجع به این مسئله اطلاع دقیق دارم و اطلاع کامل دارم، نخیر 20 ماه اینا بعد از اینکه سپاه پاسداران، 20 ماه بعد از اینکه سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه طبق اون چیزی که در گفتگوهای بی بی سی اومده تأکید میکنن که گفته شما بیگناهید آزاد میشید، اینا تو زندان بودن. به چه علت؟ اینا رو داشتن بازجویی میکردن. به چه علت؟ اینا رو داشتن محاکمه میکردن. یعنی پرونده از وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال میشه. آقای محسنی اژه‌ای دست داره تو این، جعفری دولت آبادی دست داره تو این، آقای سلواتی که حکم جنایتکارانه قتل مجید فشی رو داد، مجید جمالی فشی رو داد، دست داره توی این. آقای رئیسی دست داره. ببینید رئیسی در سال 93 زمانی که اینا آزاد شدن، رئیسی معاون اول قوه قضاییه بوده، کیفرخواست قوه قضاییه نوشته، یعنی دادستانی نوشته، دادستانی که اون موقع دادستان کل کشورش آقای اژه‌ای بوده، دادستان مرکزش آقای جعفری دولت آبادی بوده و قاضی که امروز مثلا داره با فساد برخورد میکنه آقای سلواتی بوده. بزرگترین فاسدا اینان، بزرگترین جنایتکاران هم اینان. پس این داستان شما ملاحظه بکنید، به این نمیان بپردازن، هی به حاشیه میرن که نمیدونم اطلاعات سپاه پاسداران عامل آزادی اینها. آخه چرا به سپاه پاسداران، چرا به جانیانی که خون مردم رو تو شیشه کردن اینجوری امتیاز میدید؟ بر فرض یه جمله، یه حرفی آقای مازیار ابراهیمی تو زندان از بازجو شنیده، خب فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ معلومه بین اینا همیشه درگیری بوده و هست، از سال 60 بوده. من تو کتاب خاطراتم نوشتم تاکید کردم بین اطلاعات سپاه و دادستانی،
بعد وزارت اطلاعات شد و دیگر نهادها. امروز اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات. من تو کتاب عدالتخانه و ویرانگرانش دوباره این مسئله رو تاکید کردم. دوباره اونجا روی موضوع قطعهای هسته‌ای تو کتاب عدالتخانه هم توضیح دادم. ببینید دوستان، بحث بر سر اینه که این نظام یک پارچه است. میخوان عده‌ای این رو متفاوت جلوه بدن، میخوان بگن این بده اون خوبه، بازجو بده بازجو خوبه، اطلاعات سپاه اینجا اومده فلان کرده. نه، این یه نظام یک پارچه است. درسته در درون خودش مشکلات بسیار بسیار زیادی داره، در درون خودش درگیری داره، حتی میبینید میرن قتل انجام میدن، اما در بیرون از خودش یک پارچه است. در بیرون از خودش منافع نظام اسلامی رو تأمین میکنه، در بیرون از خودش در مقابل دشمن یک دسته، علارغم همه مسائلی که دارن. و دیدید بیش از 200 نماینده مجلس با لباس سپاه اومدن تو مجلس و این نشون میده. و نظر شما آقای هوشنگ امیر احمدی؟ حرف آقای مساقی درسته، این نظام یک پارچه است. ببین، یک نظام اسلامی و تئوکراتیکه، در رأس این نظام آقای خامنه‌ایه به حدود 70-80 تا آخوند. این نظام از این دیدگاه یک پارچه است. ببین، خیلی ها میگن اطلاعات سپاه. ببین، در رأس اطلاعات سپاه یه آخوند هست، یه سپاهی نیست، یه آخوند در رأس اطلاعات سپاهه. شما درون پادگانهای سپاه که برید، هر جا که برید آخوند نشسته. هیچ سردار سپاهی بدون اجازه آخوند نمیتونه حتی یک دونه از زیردستاشو عوض کنه. ببینید، سیستم آخوند هاست، سیستم مذهبی هاست و از اون دیدگاه یک پارچه است. یعنی این نظام، نظام آخوند ها، منافع آخوند ها، و متاسفانه اینم بگم مسئله اسلام هم نیست، مذهب تئوکراسیه. نه اینکه اسلامیه، افغانستان هم حکومت اسلامی داره، عراق هم داره، پاکستان هم داره، ولی اصلا این جریان کاملا متفاوته. ما تنها نظام تئوکراتیک دنیا هستیم. این توجه باید به اینجا بره. یعنی اطلاعات سپاه، اطلاعات وزارت اطلاعات و بقیه اینا همشون درستن و همشون زیر نظر این تئوکراسی کار میکنن. عرض کردم رئیس اطلاعات سپاه یا آخونده، رئیس وزارت اطلاعات یا آخونده، قوه قضاییه دست آخونده. ببین اصلا من نمیدونم کجا قدرتی هست که مثلا سپاه در رأس. سپاه فقط میره توی آبهای خلیج فارس یه کشتی بر میداره از روسیه میگیره میره این بر اون بر. حالا اونم به چه دلیله؟ الان عرض کنم. ببینید آقای امیر احمدی، چون اینو فرمودید بذار وقتمون کمه، اجازه بفرمایید. ببینید همین مجموعه نظام که هرچه هست، امضاهای 14 نفره باز هم جدید هست، منتشر شده، 14 هنرمند، آقای سیاوش شمس هست، ابی هست، آقای ابراهیم حامدی خواننده ارجمند ایرانی، مرداد آسمانی، شهرام آذر، بابک امینی، سام بگی، شاروخ، روجان راستین، شهبال شپره، حمید طالبزاده، عارف گرامی، نازی عزیزی، مهسا ناوی، نوشافرین هاتف. و امضا کنندگان این بیانیه در داخل ایران گروهشون در زندان هستند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار رفتن کل نظام و گذر از این وضعیت هستند. تفسیر شما رو به عنوان یک مفسر، یک ناظر اوضاع ایران میشنویم. در این زمینه خیلی کوتاه، وقتمون کمه. بنده با امیر احمدی یا آقای مصداقی رو دارید میخواید؟ شما آقای امیر احمدی بفرمایید. عرض کنم حضورتون که اولا دو تا نکته اینجا هست. یکی این که من اصولا همیشه اعتقاد داشتم نیروهای عرفی نباید دنبال روی نیروهای مذهبی باشن، علارغم این که اینا خیلی هم تو زندان باشن، عرض کنم که دونم انقلابی باشن و اینا. یعنی اشتباه 57 نباید تکرار بشه. من اعتقاد داشتم، هنوزم دارم، که نیروهای سکولار باید پیشرو باشن، نیروهای مذهبی دنبال رو، ما مسئله با اینا نداریم. من دلم میخواست این آقایون نمیدونم هنرمندا و روشنفکرا و اینا خودشون جز اون 14 نفر اول بودن، اون 14 نفر دیگه از اینا حمایت میکردن. متاسفانه ما توی ایران نیروهای سکولار همش دنبال روی میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، باید از اینا حمایت کرد.
ما تو یکی از اون نیروهایی که اونجا هستن یه خانم میه به نام خانم پوران ناظمی، البته جز امضا کننده های اونا نیست، ولی الان خانمیه که رفته از اینا حمایت کنه تو زندانه، که از اعضای برجسته آبانه، خیلی هم افتخار بهش میکنیم، داره کار میکنه. نکته ای که من دارم اینه که به هر حال ما حمایت میکنیم، کارشون درسته، باید حمایت کرد، اما آرزوی من، دل من میخواست که ما پیشرو بودیم، اونایی که نیروهای مذهبی و از حکومت بریدن پشت سر ما میومدن. متاسفانه بازم داره عکس اون اتفاق میفته و داریم برمیگردیم به انقلاب 57. آقای مصداقی وقتمون کوتاه، حدود یک دقیقه، این مسیر رو به چه سمتی میبینید؟ بیانیه‌های 14 نفر. من این مسیر رو مسیر درستی میبینم و فکر میکنم یک قدمی است در یک مسیر درست و طولانی. ولی خب من تعجب میکنم آقای امیر احمدی این موضوع رو مطرح میکنن، چون آقای امیر احمدی به همون تایید خودشون در 40 سال گذشته تمام تلاششون رو با جناهای مختلف این رژیم، یعنی در واقع به خرج دادن، با در واقع با جنایتکارانی مثل آقای مشایی یا حتی احمدی نژاد، هر کسایی که بازجو بودن، شکنجه‌گر بودن، دست و خون داشت مشایی و بسیاری از مهره‌های رژیم، حتی خود خرازی و همچنین دولت‌های مختلفی که از دولت رفسنجانی بگیرید که حالا روابط بین ایران و آمریکا سرش موضوعیت پیدا کرد، از اون موقع خب این همراهی رو ایشون با همه دولت‌ها داشتن، با همه فراز و نشیب هایی که این دولت ها داشتن یا حتی ضدیت هایی که گاه با هم داشتن، این همراهی بوده. و حالا امروز حتی یا حمایت از یه بیانیه غلط یا درست نمیدونن، نمیدونم من اول نگفتم درست نمیدونم، اولا بنده نگفتم که از این بیانیه حمایت نمی کنم، جز اولین کسانی بودم که ازش حمایت کردم رسما، توی تلگرام و آبان همه جا هم نوشتم. بنابراین این ایشون آقای مصداقی اطلاعات اشتباه داره، نکته اول. نکته دوم، بنده یه سیاست مدارم، همونجی که عرض کردم اولا استاد ممتاز دانشگاه، اونو میذارم کنار، اون کلاه اکادمیک استاد ممتازم، نمیدونم 27 کتاب دارم، نمیدونم صدها مقاله دارم، اونها به وقت ما کمه، شما همکاری کردید یا همراهی کردید. این سیاست مدار 40 سال 37-8 سال از افتخارات منه که سعی کردم رابطه ایران امریکا رو درست کنم. پروژه من این بود. من افتخار منه که گفتمان جامعه مدنی رو من به ایران بردم. افتخار منه که در بازسازی مناطق جنگی کشور شرکت کردم. بعد از افتخارات منه. داری که از افتخارات منه آقای مصداقی فکر کنه اشتباه است. خب ایشون سیاست مدار نیست، روشنفکر سیاسیه، روشنفکر سیاسی هم اونجوری صحبت میکنه. سپاس از شما آقای امیر احمدی، با سپاس، چون وقتمون به پایان رسید، با سپاسی دوباره از هر دو میهمان برنامه و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوه زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد